بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد الله متعال، درسی و در حقیقت مطالبی ارزشمند و گرانمایه رو در رابطه با عقیده صحیح اسلامی آغاز میکنیم. قبل از آغاز درس که در خدمت کارشناس محترم جناب استاد شیخ هیثم سرهان خواهیم بود، مدرس علوم اسلامی در مسجد نبی در شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت یکایک شما بزرگواران بهترین سلام ها و درود ها رو تقدیم میکنم. سلام و رحمت و برکات الهی بر شما و همچنین بر استاد گرامی و میپردازیم به درس. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الرقية الشرعية. میفرمایند که در این درس درباره رقیه شرعی توضیح خواهیم داد، نحوه صحیح دعاهایی که بر اساس در واقع موارد و شرایط خاصی و با ضوابط و شرایط خاصی شخص میخونه و در این رابطه توضیحات استاد رو میشنویم. نعم، الرقیه تنقسم الى قسمین، شرعیه و شرکیه. توضیح میدن که این رقیه یا این گونه دعاها بر دو دسته است، نوعی شرعی است و نوعی غیر شرعی است. نعم، فالرقیه الشرعیه لابد فيها من شروط ثلاثه. این دعاها برای اینکه شرعی باشه سه شرط باید درش وجود داشته باشه. اذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه تنتقل من الرقیه الشرعیه الى الرقیه الشرکیه. هرگاه یکی از این شروط سگانه دچار خلل و نقص بشه و یا وجود نداشته باشه، این نوع رقیه یا دعا از چارچوب رقیه شرعی خارج میشه و در قسم و بخش رقیه غیر شرعی قرار میگیره. الشرط الاول، شرط اول، ان تكون الرقيه من الكتاب او السنه. شرط اول برای صحت یک رقیه این هست، برای اینکه شرعی باشه این هست که اون برگرفته از کتاب و سنت باشه. ان تكون الرقيه من الكتاب كان يقرا الفاتحه مثلا. باید از کتاب خدا، از قرآن کریم باشه، مثل خوندن سوره فاتحه. او من السنه، یا اینکه از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه. که ان یقول مثلا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، مثل این دعا که اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، به الله پناه میبرم از شر آنچه که آفریده است. الشرط الثالث، و اما الشرط الاول ان تكون من الكتاب او السنه او باسماء الله وصفاته. و در بحث شرط اول یک نکته تکمیلی رو هم بیان فرمودند که علاوه بر این که از کتاب و سنت باشه، از اسما و صفات الله متعال باشه. یعنی هذا اذا كان من باب الدعاء، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اكشف ما نزل بي او باخي. بله، میفرمایند که این در حقیقت از این قرار هست که در هنگام دعا به نامهای الله متعال متوسل میشه. مثلا دعا میکنه که ای همیشه زنده پایدار، وضعیت من رو بهبود ببخش. یا مثلا در فارسی میگیم که ای رزاق به من روزی بده، ای روزی دهنده به من روزی بده. الشرط الثانی، و اما شرط دوم برای اینکه یک دعا و رقیه، دعا و رقیه شرعی باشه، این هست که ان تكون الرقیه بکلام معلوم مفهوم مسموع، که کلمات و عبارات اون دعا این ویژگی ها رو داشته باشه، مسموع باشه، یعنی معمولا جزو اون کلمات واضح و روشنی باشه که شنیده میشه، معلوم باشه با کلمات معلوم واضح و روشنی. و همچنین ان تكون الرقیه بکلام معلوم خرج بهذا، هناك عندنا کلام مجهول لا نعرف معنا، مثل جملات و عباراتی نباشه که معنا و مفهوم مشخصی نداره، مجهول هست، بلکه شرطش این هست که اون کلمات معلوم باشه، معنی و واضح و روشنی داشته باشه. و نفهم ما یقول، و مراد اون سخن واضح و روشن باشه، بفهمیم که چی میگیم. و نسمع الرقیه، و رقیه رو بشنویم، شنیدنی و قابل شنیدن باشه. یعنی انا الان مثلا اريد ان اقرا عليك، میفرمان که من همین به عنوان مثال میخوام الان بر بنده ایشون میفرمایند که رقیه بخونم. فلا يصح ان اخفض الصوت، يعني اقرا كلام ولا تسمع شيء، لابد ان تسمع.
میفرمایند که باید واضح و روشن باشه به گونه ای که بخونند کلمات رو تلفظ بکنند که من به طور واضح و روشن بشنوم که ایشون چه کلماتی میخونند و در واقع زمزمه و همهمه نباشه بلکه کلمات واضح و روشن ادا بشه. نعم لانه لا يصح ان يتمتم مثلا يقول انا هم هكذا ولا نفهم ولا نسمع ما يقول. اینطور درست نیست که یک زمزمه ای باشه و همهمه ای باشه که بگن و کلمات شنیده نشه و مشخص نباشه که اساسا چه کلماتی خونده میشه. ولا يوجد رقيه بغير اللغه العربيه. و رقیه فقط باید با زبان عربی باشه. قلنا من الكتاب والسنه في الاول. قبل و اول هم این نکته رو گفتیم که باید برگرفته از کتاب و سنت باشه. لكن يصح ان يدعو مثلا باللغه الفارسيه. لا اشكال. دعا کردن به زبان فارسی به عنوان مثال اشکالی نداره. بشرط لا يغير الاسماء الحسنى. به شرط اینکه اسماء الهی رو تغییر نده و دچار الحاد و کجروی و انحراف در اسماء الهی نشه. یعنی يقول يا الله. واضح و روشن بگه یا الله، الله رو با نامش صدا بزنه، یا رحمان یا حی یا قیوم، و الله رو با سایر نامها و صفات او صدا بزنه، یا رحمان یا رحیم یا قیوم و دیگر نامهای الله متعال. اذن یقول یا الله ثم يدعو باللغه الفارسيه لا اشکال. بگه یا الله و سپس به زبان فارسی دعا بکنه اشکالی درش نیست. نعم الشرط الثالث. اما سومین شرط برای صحت دعا و رقیه یا برای اینکه اون دعا و رقیه شرعی باشه از این قرار هست. ان نعتقد ان الرقيه سبب والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. که شخص اعتقاد داشته باشه که این رقیه فقط یک سبب هست و همه چیز به دست الله متعال هست و اوست که به اراده او هر چیزی تحقق پیدا میکنه. اذا هذه شروط ثلاثه. بدین ترتیب سه شرط برای صحیح بودن رقیه و اینکه شرعی باشه ذکر شد. ان تكون من الكتاب او السنه او باسماء الله وصفاته اذا كانت من باب الدعاء. از برگرفته از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه و همچنین از نام ها و اسماء و صفات الله متعال در صورتی که این رقیه از باب دعا باشه که مثال هایی در این رابطه ذکر شد. ان تكون الرقيه بكلام معلوم مفهوم مسموع او باللغه العربيه. رقیه به زبان عربی و با کلمات و عباراتی باشه که کاملا شنیده بشه، گنگ یا به تعبیری زمزمه و همهمه نباشه، این شنیده بشه، معلوم باشه، معنا و مفهوم واضح و روشنی داشته باشه و درش در واقع کلمات و عبارات نامفهوم و نامعلوم و مجهول وجود نداشته باشه و به زبان عربی واضح و روشن باشه. شرط الثالث ان يعتقد انها سبب. و شرط سوم برای صحت رقیه و اینکه جزء رقیه ها و دعاهای شرعی باشه اینکه اون رو سببی از اسباب بدونیم و معتقد باشیم که همه چیز به دست الله متعال هست. فاذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه تنتقل الرقيه من رقيه شرعيه الى رقيه شركيه. اختلال در هر یک از این شروط سگانه، خللی در هر کدوم که وارد بشه، به این معنا هست که اون رقیه از بخش رقیه شرعی خارج میشه و در بخش رقیه غیر شرعی قرار میگیره. کل التعویذات المعروفه في هذه الايام. مثل تعویذاتی که امروز رایج و مرسوم هست و خیلی از شماها باهاش آشنا هستید. فهذه ليست من الكتاب ولا من السنه. این تعویذ ها برگرفته از کتاب و سنت نیست. او یأتی بکلام فی التعویذه باللغه الفارسیه. یا در این تعویذ ها یک سری کلمات نامفهوم مثلا به زبان فارسی میارن و چه بسا جدول ها و کلماتی که مفهوم نیست. بعض الناس هدان الله ایا لا یقرأ على نفسه يريد دائما الذهاب الى العلماء او الى المشایخ حتی اقرا علیه. برخی از مردم متاسفانه عادت ندارن که خودشون دعای شرعی بر خودشون با ضوابط و شرایطی که ذکر شد بخونن، بلکه مصرن بر این که حتما برن نزد یک عالمی، نزد به اصطلاح اون چی که ما به زبان فارسی میگیم یه ملا یا یک شخصی که بهش اعتماد دارن و توقع و انتظار دارن که حتما شخصی دیگر بر اونها رقیه بخونه. یکره الذهاب الى العلماء او الى الرقاه لطلب الرقیه منهم. این در حالی هست که با این قصد و غرض که از کسی طلب خوندن رقیه بشه رفتن به نزد عالمی و به نزد ملایی و به نزد هر شخصی
كراهت داره وزشت وناپسند هست. لأنه بهذا لو ذهب وطلب منهم الرقية أخرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب. چرا که این کار طلب رقیه کردن و اینکه کسی این رو بخواد از کسی که بر او دعایی بخونه به دلیل حدیث صحیح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جزء اون 70,000 نفری که بدون حساب و کتاب و بدون عذاب وارد بهشت میشن جزء اونها نخواهد بود، چرا که در اون حدیث اومده که اونها کسانی هستند، یکی از ویژگی های اونها این هست که کسانی هستند که طلب رقیه نمی کنن، درخواست نمی کنن که کسی دیگر بر اونها دعا و رقیه بخونه. فیقرا علی نفسی و علی اولاده، لذا درست این است که خودش بر خودش رقیه میخونه، دعاهای شرعی رو با اون ضوابط میخونه، یا همچنین بر خانواده و فرزندان خودش. قد یقول لك انا لا احفظ القرآن، چه بسا شخصی بگه خب من چیزی از قرآن حفظ نیستم. نقول تحفظ الفاتحه، و بهش میگیم سوره مبارکه فاتحه رو که حتما حفظ داری. نعم لابد يحفظ الفاتحه، حتما باید سوره فاتحه رو حفظ داشته باشه. اذا يقرأ الفاتحه، لذا سوره مبارکه فاتحه رو بر خودش یا بر عزیزان و فرزندان خودش میخونه. و النبی صلی الله علیه و سلم سمى الفاتحه رقیه، و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصا سوره مبارکه فاتحه رو رقیه نامیدند. و لابد ان نحذر من الرقات الذين لا ياتون بهذه الشروط في الرقيه الشرعيه، اینجاست که حتما توجه داشته باشیم از کسانی که مثلا رقیه میخونند، تعویض میدند و کار اونها غیر شرعی است و در رقیه خوندن اونها حتی این شرایط سگانی که ذکر کردیم وجود نداره که اون رقیه رقیه شرعی باشه. ولم يعلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان احد النبي صلى الله عليه وسلم او احد من الصحابه صنع هذا انه تفرق وجعل مكان للرقيه. این نکته رو هم توجه داشته باشیم که اصلا ثابت نیست که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود اون بزرگوار یا صحابه یا کسی بیاد و جایی رو اختصاص بده به این که اونجا کسانی مراجعه بکنند و بر اونها رقیه خونده بشه یا دعا درخواست بکنند. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والله أعلم وصلی الله على نبی محمد و آله وصحبه وسلم. از الله متعال میخوایم که ما رو از همه کجروی ها و انحرافات عقیدتی در حفظ و پناه خودش قرار بده. بدین ترتیب در رابطه با موضوع رقیه شرعی و غیر شرعی در خدمت استاد گرامی جناب شیخ هیثم سرهان مدرس علوم اسلامی در مسجد نبوی مدینه بودیم و استفاده بردیم از توضیحاتی که در این رابطه و درباره تعویض و دعاهای غیر شرعی و رقیه های غیر شرعی ارائه دادن که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یکایی که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.